برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مسئول ارتباطات و بین‌الملل حوزه علمیه استان فارس ایران از برگزاری دوره‌های آموزشی گردشگری در خصوص راهنمای تور و ویژه گردشگری برای طلاب زباندان خبر داد. به نظر می رسد که این اقدام به معنی ورود طلاب حکومتی به عرصه گردشگری است. خودکشی مشکلی جدی در جوامع غربی است. با این حال پاسخهای کمی به این مسئله داده شده است. در اسپانیا تقریباً 4000 مورد خودکشی در سال رخ می دهد که دو برابر بیشتر از مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی است. بر اساس داده های سازمان بهداشت جهانی، سالانه حدود 800000 نفر در جهان دست به خودکشی می زنند. امارات برنامه‌های خود برای راه‌اندازی اولین بیمارستان در فضای متاورس را دنبال می‌کند و این مرکز احتمالاً از ماه اکتبر 2022 کار خود را آغاز خواهد کرد. بیماران می‌توانند از طریق آواتارهای خود در این بیمارستان مجازی حضور داشته باشند و از پزشکان خود مشاوره بگیرند. دانشمندان ژاپنی کرم‌های انگل ریزی را کشف کردند که علاقه خاصی به خوردن سلول‌های سرطانی دارند. این کرم‌های بسیار ریز به وسیله یک پوشش قابلیت انتقال داروها به سلول‌های سرطانی رو دارند. این کرم‌های انگل تحت شرایط خاصی می‌توانند وارد بدن انسان شوند و با انتقال دارو به سلول‌های سرطانی و تغذیه از سلول‌ها باعث درمان فرد بیمار شوند. معاون وزیر علوم ایران به خبر منتشر شده در رسانه‌ها درباره بی‌اعتبار بودن مدرک تحصیلی 27 دانشگاه ایرانی در نظام ارزشیابی عراق واکنش نشان داد. وی افزود کشور عراق رتبه بندی دانشگاه‌های خود را بر اساس رتبه بندی سگانه تایمز، QS و شانگهای قرار داده و از نظام رتبه بندی کشورهای اسلامی ISC غفلت کرده و با توجه به اینکه ISC تنها نظام رتبه بندی کشورهای اسلامی است و بر اساس معیارها و اقتضائات جهان اسلام طراحی شده می تواند در مذاکرات آینده ایران و عراق مورد بحث قرار گیرد. شبکه الجزیره با انتشار گزارشی از ابعاد گسترده سرقت اشیاء تاریخی موزه ملی عراق پرده برداشت. در این گزارش آمده که طی حمله نظامی آمریکایی‌ها در سال 2003 صدها هزار اشیاء تاریخی از موزه های عراق به سرقت رفت. چند هفته بعد از ورود تفنگداران دریایی آمریکایی به بغداد، 15000 قطعه تاریخی نفیس از موزه ملی بغداد مفقود شد که تا امروز حداقل 8000 از آنها هنوز مفقود به حساب می آید و از سوی دیگر 41% سایت های تاریخی و مورد اکتشافات باستانشناسی کشور مورد دستبرد قاچاقچیان اشیاء تاریخی قرار گرفته است.